شاید هم شنده باشید، نمیدونم حالا چون 30 سال حرف میزنیم ممکنه بعد حرف هم تکراری باشه. ولی خاطره قشنگیه. اینا اگر اسمش بگم همه ایران میشناسنش. از مهمینه. میگفت که یه شیشه عطری داشتم، یه ویلچری مثلا حالا پاشو تو جبهه داده بود، تو ویلچر نشسته بود، ما رفتم اینو ببوسیم، ویلچر دیگه گفت که چه عطر خوبی داری، یه عطر رو به من بده. او آقام جزو خبرگان بوده، وزیر بوده، وکیل بوده، هنوز هم هستش، از محترمینه. میگم وقتی بغلش کردم گفت این شیشه عطر رو به من بده، من یه خوده هی نخواستم بدم چون عطر خوبی بود و خارج آورده بودن و دلم نمیومد. او صفر گفت بده، منم گفتم نه نمیدم. بعد گفتم شیشه برات میخرم، گفت نه اگر همین نمیده خداحافظ. هیچی، ما ویلچر رو بوسیدم رفتم. حالا ایشون هم ایکاره نیست، ولی اون یه لحظه مثل که بخلش گل کرده بود. میگفت ویلچر رو بوسیدم و رفتم و یه مقداری که رفتم، میخواستم منم یه جای سخنرانی، یه مقداری که رفتم یه آقای وزیر و وکیل و سفیر و همه اینا، البته سفیر نبوده، وکیل بوده، وزیر بوده، خبرگانم بوده، میگفت یه خودی که راه رفتم ادرارم گرفت، رفتم دستشویی، تا رفتم بالشم شیشت افتاد تو سوراخ مستراح رفت. میگفت در مستراح بستم، مفصل گریه کردم، تو ذهنم هر کی گفت، به خودم هم سیدی هم زدم که چیزی که در راه خدا ندی جا سوراخ مستراحه. او پاشو تو جبهه داده، تو شیشت ندادی، سراغت گدابازی داره و دیشقت کنسی. میگفت توبیخ، گریه، و به خدا گفتم خدایا بد کردم، منو ببخش. در مستراح بستم، کلاس تربیت نه حوزه نه دانشگاه، گای مستراحه، یعنی این مستراح کلاس تربیت آقای وزیر شد، یعنی خدا گوش آدمو گرفت تو مستراح، چیزی که در راه خدا ندی جاش سوراخ مستراح. میگفت وقتی گریه کردم رفتم، خب سخنرانی داشتم، رفتم خودم به مجلسم، تا رفتم تو مجلس برای سخنرانی، بانی مجلس دوید استقبال منو بوسید، گفت آی فلان من میخوام یه شیشه عطر بدم. مدام این عطر همونه که افتاد، یکی دیگه مشابه اون، بهش گفتم من میخوام بدم به ویلچری، گفت برگه میخوای بده بده. مدام عجب کلاسی خدا برای من گذاشت، ندادم افتاد تو سوراخ مستراح، گریه کردم، عذرخواهی کردم، خدا مشابهش رسون. حالا واقعا آدمایی که این همه زمین دارن 200 سمتشو برای مسجد نمیدن، فردا میمیره، وارثه کیفشو میکنن، تو هم تو قبر شکنجه میبینی. این همه زمین میخوای چیه کنی؟ با خود لخمه ده لخمه میری، ببخشید لخمه ده با یه نیم کیلو کفن میری. اینا که زمین دارن یه قطعشو برای مسجد بدن. حالا مسجد و امثال مسجد ممکنه درمانگاه باشه، ممکنه خوابگاه طلبه، خوابگاه دانشجو، هر چی. یه کسی که چند قطعه زمین داره یه قطعه شو بده. مثلا شما 4 تا پسر داری، حالا اگر 5 تا پسر داشتی چه میکردی؟ هر کاری برای پسر 5 جون میکردی، برای نیازهای امت هم انجام بدی. و اینم بشون اگر جا بدیم جامو میدن، جا بدیم جا میدن. باز یه خاطره بهتون بگم،